ادعای رویترز، ایران صدها فروند موشک بالستیک به روسیه فرستاده است. خبرگزاری رویترز به نقل از 6 منبع مطلع مدعی شد که ایران تعداد زیادی موشک بالستیک زمین به زمین قدرتمند را برای روسیه تامین کرده است. ایران و روسیه هر دو تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا هستند و این موضوع می‌تواند نشان از همکاری نظامی نزدیک بین مسکو و تهران باشد. 3 منبع ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند که از حدود 400 فروند موشکی که از سوی ایران برای روسیه فراهم شده است، بسیاری از نوع موشک ذوالفقار یا همان نمونه ارتقا یافته موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد کلاس فاتحه 110 است. کارشناسان می‌گویند این موشک با دارا بودن سکوی پرتاب متحرک جاده‌ای قادر است اهدافی را در فاصله بین 300 تا 700 کیلومتری مورد اصابت قرار دهد. رویترز در گزارش اختصاصی خود می‌نویسد که ایران و همچنین وزارت دفاع روسیه تاکنون در این رابطه اظهار نظری نکردند. محموله‌های موشکی چگونه ارسال شدند؟ یکی از منابع ایرانی ناشناس در این رابطه به رویترز گفته است که بعد از به نتیجه رسیدن توافق مربوطه در نشست‌های بین مقامات نظامی و امنیتی ایران و روسیه که اواخر سال گذشته میلادی در تهران و مسکو برگزار شد، ارسال این محموله‌ها نیز از اوایل ماه ژانویه امسال آغاز شد. بر همین اساس یک مقام نظامی ایران که همچون سایر منابع مطلع به دلیل حساسیت موضوع خواست نام او در این گزارش برده نشود، گفت که دست کم 4 محموله موشک ارسال شده است و در هفته‌های آینده تعداد بیشتری نیز فرستاده خواهد شد. وی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. دومین مقام مطلع ایرانی نیز به رویترز گفته است که محموله‌های بیشتری در کار خواهد بود و هیچ دلیلی برای پنهان کردن آن وجود ندارد. ما اجازه داریم به هر کشوری که بخواهیم سلاح صادر کنیم. یکی دیگر از مقامات ارشد ایرانی نیز گفته است که برخی از این موشک‌ها با کشتی و از طریق دریای خزر به روسیه ارسال شده و برخی دیگر با هواپیما منتقل شدند. محدودیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صادرات برخی موشک‌ها، پهپادها و سایر فناوری‌های ایران در ماه اکتبر به پایان رسید. با این حال ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه برنامه موشکی بالستیک ایران را در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد صادرات تسلیحات به نیروهای نیابتی این کشور در خاورمیانه و روسیه پا بر جا نگه داشتند. چهارمین منبع آگاه به این موضوع بدون ارائه جزئیات بیشتر تایید کرد که روسیه اخیراً تعداد زیادی موشک از ایران دریافت کرده است. وزیر خارجه عراق: ایران باید از ما عذرخواهی بکند. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق اظهار داشت اگر آمریکایی‌ها با ایرانی‌ها مشکل دارند، می‌دانند ایران کجاست و اگر ایرانی‌ها با اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها مشکل دارند، می‌دانند چگونه با آنها ارتباط برقرار کنند. وی افزود: خیلی عجیب است، ما روابط بسیار خوبی با هر دو طرف داریم. ما آمریکا را متحد می‌دانیم و در مبارزه با داعش در کنار هم بودیم. ایران نیز همسایه ماست، ما با آنها رابطه بسیار خوبی داریم. حتی با آنها به توافق امنیتی رسیده‌ایم و خیلی راضی بودند و از امضای این قرارداد تشکر می‌کردند. با این حال آنها به ما حمله می کنند. این قابل قبول نیست. ایران باید از ما عذرخواهی کند و سندی هم در مورد پایگاه موساد در اربیل ارائه کند. ما همچنین می توانیم شکایت از تهران در شورای امنیت را کلید بزنیم. حمله موشکی حزب الله لبنان به پایگاه حد بیارین اسرائیل. حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد که در راستای حمایت از ملت فلسطین در نوار غزه، مبارزانش پایگاه نظامی حدبیارین متعلق به اسرائیل را با 2 فروند موشک برکان هدف قرار دادند. بر اساس اعلام حزب الله، این 2 موشک به طور مستقیم به اهداف خود اصابت کرده است. همچنین رسانه‌های دولتی لبنان در گزارشی از کشته شدن یک زن و زخمی شدن یک کودک خردسال در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان خبر دادند. یک منبع پزشکی در بیمارستانی در نزدیکی روستای مجدلزون گفت که دختر جوان دیگری نیز در این حمله کشته شده است. ارتش اسرائیل هم اعلام کرد که 3 مرکز فرماندهی حزب الله را هدف قرار داده است که چندین ماه از آنها در سراسر مرز تبادل آتش داشته است. تیراندازی در کرانه باختری: 10 اسرائیلی کشته و زخمی شدند. منابع عبری زبان از وقوع عملیات تیراندازی در نزدیکی شهرک اسرائیلی نشین مالی آدومیم در قدس شرقی خبر دادند. به گفته این منابع در این عملیات 2 اسرائیلی کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند که حال 3 نفر از آنها به شدت وخیم است. رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند مجریان عملیات 2 نفر بودند که هر دو به ضرب گلوله کشته شدند.